نمایشگاهی در موزه هالیوود لس آنجلس از بازیگر نقش جینی در سریال محبوب آمریکایی خواب جینی را می‌بینم تجلیل کرد. سارا دهخان با جزئیات بیشتر در این باره. بابرا ادن در روز افتتاح نمایشگاهی که از یادگارهای او در موزه هالیوود لس آنجلس برپا شده مورد تجلیل دوستان و همکارانش قرار گرفت. نمایشگاه شامل یادگارهای ماندگارترین نقش او در فیلم خواب جینی را می‌بینم است که در ایران به اسم دختر شاه پریان شناخته می‌شود. اما برای این بازیگر 88 ساله مهمترین شیء نمایشگاه چراغ جادوست. هرچند چندین چراغ جادو برای فیلم ساخته شد، اما این یکی را خود باربارا از ست فیلمبرداری درست پیش از متوقف شدن این مجموعه در سال 1970 برگزید. این چراغ جادو تا سال 1994 در خانه ادن باقی ماند و حتی زلزله هم که آن را از قفسه پایین انداخت آسیبی به آن نرساند. این چراغ جادو خیلی خاصه. توش گلوله های سوختی کوچولو میذاشتن که ازش دود بلند بشه. شاید به زیبایی بقیه چراغ های جادو نباشه، ولی من عاشقش هستم. باربرا ادن در این فیلم با لری هگمن هم بازی بود، فضانوردی که جینی عاشقش می شود و در نهایت با او ازدواج می کند. لری خیلی مهربون بود، دیوونه بود، همه می دونن دیوونه بود. یکی از داستانهایی که همه می دونن اینه که قرار بود اونو برای فیلم جینی انتخاب کنن. سیدنی شلدن به من زنگ زد و گفت میشه با این بازیگر کار کنی؟ خیلی خوبه. من گفتم باشه. یه روز توی یونیورسال بودم که لری اومد به اتاق پرو. منم یک صحنه فیلم جینی رو باهاش بازی کردم. دستم رو انداختم دورش و گفتم سرورم. لری حسابی ترسید. من نفهمیدم چرا، ولی بعداً به هم گفت باربارا رو هم خبر نداشت دارم وارد چه بازی با تو میشم. خانم ادن قبل و بعد از جینی هم نقش‌های مختلفی بازی کرد، ولی حتی امروز که 50 سال از مجموعه جینی گذشته هنوز او را با این نقش به خاطر می‌آورند. پخش سریال خواب جینی را می‌بینم از 18 ماه سپتامبر سال 1965 آغاز شد. این مجموعه 5 فصلی بود. سارا دهخان، صدای آمریکا.